المپیک زمستانی که از معتبرترین مسابقات ورزش‌های زمستانی شناخته می‌شود، رقابتی است که در آن هر 4 سال یک بار برترین ورزشکاران ورزش‌های زمستانی در سراسر جهان با یکدیگر روی برف و یخ رقابت می‌کنند. بازی‌های زمستانی در ابتدا همراه با المپیک تابستانی برگزار می‌شد. مثلا در المپیک تابستانی سال 1908 لندن 4 رقابت اسکیت نمایشی برگزار شد. اما در سال 1924 یک رقابت جداگانه برای بازی‌های زمستانی در نظر گرفته شد. بازی‌هایی که در فرانسه برگزار شد و عنوان نخستین دوره المپیک زمستانی را از آن خود کرد. حالا المپیک زمستانی 2022 به عنوان 24مین دوره این رقابت‌ها از 4 فوریه در شهر پکن پایتخت چین آغاز شده و تا 20 فوریه ادامه دارد. بیجینگ. When China won their bid to host the 2022 Winter Games back in 2015, در این مسابقات 2861 ورزشکار از 91 کشور جهان با یکدیگر رقابت می‌کنند. پکن در سال 2008 هم بازی‌های المپیک تابستانی را میزبانی کرد و امروز آن را نخستین شهری می‌نامند که بازی‌های هر دو المپیک تابستانی و زمستانی را میزبانی کرده است. ایران هم با 3 ورزشکار در این دوره از رقابت‌ها حضور دارد و عاطف احمدی، دانیال ساو شمشکی و حسین ساو شمشکی نمایندگان ایران در بازی‌های المپیک زمستانی پکن هستند. در این رقابت‌ها 15 رشته در قالب 7 ورزش زمستانی حضور دارند و در مجموع 109 رقابت در آن برگزار می‌شود. ورزش دوگانه که ترکیبی از 2 ورزش اسکی صحرانوردی و تیراندازی است، بابسلد یا سورتمسوری، کرلینگ، هاکی روی یخ، لوژ سواری، اسکیت و اسکی 7 ورزشی هستند که در رقابت‌های المپیک به 15 شاخه مجزا تقسیم می‌شوند. شامل اسکی آلپاین، ورزش دوگانه، سورتمسوری، اسکی صحرانوردی، کرلینگ، اسکیت نمایشی، اسکی نمایشی، هاکی روی یخ، لوش سواری، نوردیک ترکیبی که از 2 بخش اسکی صحرانوردی و پرش با اسکی تشکیل شده، اسکلتون، اسکی پرش، اسنوبورد سواری، اسکیت سرعت و اسکیت سرعت مسیر کوتاه. همین 15 رشته ورزشی هم در مجموع به 109 زیرشاخه تقسیم شده که 51 زیرشاخه آن در بخش مردان، 46 زیرشاخه در بخش زنان و 11 زیرشاخه با حضور مشترک ورزشکاران زن و مرد و همچنین یک رقابت آزاد برگزار می شود. چین به طور رسمی اعلام کرده برای آماده سازی بازی‌های المپیک زمستانی در پکن 3 میلیارد و 900 میلیون دلار هزینه کرده، اما برخی گزارش‌ها از بودجه بیش از 38.5 میلیارد دلاری چین برای آماده سازی این رقابت‌ها خبر می‌دهند. این دوره از رقابت‌های المپیک زمستانی البته بدون حاشیه هم نبوده. رهبران کشورهای آمریکا، بریتانیا، کانادا، ژاپن، دانمارک، لیتوانی، استونی، بلژیک، نیوزلند، هلند و استرالیا المپیک زمستانی چین را تحریم دیپلماتیک کرده‌اند و در جشن افتتاحیه شرکت نکردند. دلیل این تصمیم اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر در چین، به ویژه در مورد اقلیت مسلمان اویغور و وضعیت دموکراسی در هنگ کنگ اعلام شده است. از سوی دیگر رئیس جمهور روسیه در کنار رهبران عربستان سعودی، مصر، قطر و همچنین رؤسای جمهور ترکمنستان، پاکستان و قزاقستان مهمانهای اصلی مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک زمستانی چین بودند. از نکات قابل توجه این رقابت‌ها این است که به دلیل شیوع ویروس کرونا ورزشکاران در زمان حضور در المپیک زمستانی پکن اجازه رفت و آمد در این شهر را ندارند و به اصطلاح در یک حباب قرار می‌گیرند. آزمایش‌های روزانه کرونا و محدودیت‌های ویژه در مسیر رفت و آمد آنها از اماکن ورزشی به دهکده المپیک هم از دیگر شرایطی است که ورزشکاران در این دوره المپیک زمستانی تجربه می‌کنند.